أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت طاووس الكبرياء وهمام الجبروت الذي صدره خزانة الحي الذي لا يموت وعلى آله الطيبين الطاهرين قادة الناسوت وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. پیغمبر بزرگوار اسلام 63 سال عمر کرد، 40 سال قبل از مبعث در مکه مکرمه، 13 سال بعد از بعثت رسالت. یعنی پیغمبر تا 40 سال یک فرد معمولی نبود که نعوذ بالله بر اساس روش های جاهلیت رفتار کنه، بی وظیفه بوده، بی تکلیف بوده، سر به خود رها بوده مثل بقیه مردم. در حدیث صحیح و سند کافی، اصول کافی داره که پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی بر رسالت رسید، رسول شد. اما نبوت حضرت قبل از این بوده، تصریح نشده که از کوچکی بوده، 10 سالگی، 20 سالگی، 15 سالگی. چی وقت منصب نبوت رسیده؟ در احادیث معتبر این چیزی نداره، و حتی در احادیث غیر معتبرم الان یاد من نیه. بعضی جملات در نهج البلاغه به این شکل داره که ما در کوچکی خدمت پیغمبر اکرم بودم و امو نوری که او می دید، روشنایی که او می دید، ما هم می دیدم. این قسم تعبیر داره در بعضی از جملات نهج البلاغه، قطع نظر از سندش. ای که پیغمبر اکرم در چایدم در امو موقعی که تمیز پیدا کرده، عقلش بالاتر رفته، قبل از بلوغ نبوت به او رسیده بوده، منتها به خودش مربوط بوده، به سوی کسی مبعوث نبوده. وقتی که سنش به 40 سال میرسه، از نبوت ترقی میکنه، جبرئیل میایه، بعثت یعنی بعثت رسالتی، نه بعثت نبوتی. بعد پیغمبر بزرگوار اسلام چیز میشه، رسول میشه. بنابراین این سوالی که خیلی در کتابها مورد جنجال واقع شده، اقوال مختلف داره که پیغمبر قبل از بعثت امت کی بوده، با کدام دین بوده. بعضی ها گفتن با امت ابراهیم، از ابراهیم بوده، داخل امت ابراهیم بوده. بعضی ها گفتن که نه، این مربوط می شد به عیسی، از امت عیسی بوده، چون آخرین پیغمبر اولوالعزم عیسی بوده. ای اقوال مختلفیه، اینا کلش از بین میره. وقتی که خود او نبی بوده، به دین خود عمل می کرده. منتها ولایت عظمی حضرت هم معلوم نیه که چه وقت به این مقام رسیده بوده. آیا در امو زمانی که نبی بوده از جمله اولوالعزم رسولم بوده، ولایت عظمی به او رسیده یا نه؟
اگر نرسیده علی القاعده باید تحت نظر ولایت حضرت عیسی بوده باشه. یا ابراهیم خلیل، الان اینا بحثای علمی خیلی پیچیده، نمیشه که اینا اینجا صحبت کنیم، به درد اکثر نمیخوره. این دیگه مدرسه میخواه که اینا صحبت شوه. تازه یک عده میگن که اصلا حضرت عیسی و حضرت موسی پیغمبران اولوالعزم بوده، بر اولاد اسماعیل مبعوث نشدن. یه از قرآن به روشنی پیدایه که موسی و عیسی بر بنی اسرائیل مبعوث شده بودن. اگر همی قسم باشه که موسی و عیسی بر بنی اسرائیل مبعوث شدن، خب طبعا ولایت عظمی ابراهیم خلیل او باقی بوده که پیغمبر اسلام اگر در جوانی خود تات خودش از جمله اولوالعزم نبوده، ولایت عظمی قبل از رسالت نرسیده، مسلما ولایت عظمی ابراهیم خلیل بر او بوده، همین ملت ابراهیمی که میگیم. به هر حال 40 سال پیغمبر اکرم او چیزی که برای شواه میشد به خودش مربوط بود، هر کاری که میکرد. بعد مبعوث شد، 13 سالم در مکه مکرمه بود. بعد از 13 سال هجرت کرد در مدینه، 10 سالم اینجا بود، مجموعا شد 63 سال. بعدم فوت کرد. این خلاصه بیوگرافی زندگانی پربار و پربرکت پیغمبر اکرم. یک سوال دیگر، این سوال خیلی میکنن، خصوصا او زمانی که تیاره نبود، مردم به ماشین میرفتن به مکه مکرمه. من سفر اولی که رفتم از نجف اشرف از رای وردون که به سعودی رفتم، که او بیابانای پررگ دیدم، گفتم مکه واجب نیه. هلاکت بود، احتمال مرگ در ارد دا قدمی او موتر بود، بین رگ آئی تیرای موتر می رفت، باز پایین می شدیم، اینا را امرای بیل پاک می کردیم که دوباره حرکت کنه. مکه دیدم، گفتم مکه واجب نیه. حج واجب، مکه نه یعنی حج واجب نیه که آدم برو، یه هلاکت این. این سوال می آمد که پیغمبر برای چی به اینجا آمد مبعوث شد؟ خدا بدترین جا را انتخاب کرده. می آمد به سوریه، چه درختای خوب، زیتون، سبزه، زمین، آب، مردمم راحت بود، خود پیغمبرم راحت بود. مکه جای مبعوث شدن بود که پیغمبر مبعوث شد. این سوال به زبان عامه بود. الان در این سالهای اخیر آب در مکان زیاد پیدا شده، درخت پیدا شده، آب خوردن او زمانان پیدا نمی شد، الان زیاد شده. این سوال یک کم دیگه شل شده رفته، کسی شاید به ذهن شما جایی که رفتین خطور نکرده باشه که پیغمبر برای چی اینجا آمده. اگر به شطور و به پای اسب یا به موتر به او سارها و بیابانهای ریگی می رفتین که هر ساعت بند می شد، می فهمیدین که چی جای نامناسبی بوده. چرا در اینجا بین عربا مبعوث شد؟ عربا هم خیلی نادان بودن، لجباز. به نظر ما دو سبب داره، دو سبب. اینا رو خوبه که تحلیلی یاد بگیریم. ما که الان فکر میکنم، همین سوال در ذهن ما هم در جوانی ما بود که اینجا چکار میکرد پیغمبر که آمد؟ سوریه بهتر بود، لبنان بهتر بود. به نظر من دو امتیاز در عربستان داشت. یک امتیازش که تقریبا یک مقدار عام زبان عربی بود، زبان عربیه. فکر نکنم در دنیا امروز زبان عربی، انگلیسی خیلی وسعت پیدا کرده، لیکن ای به تدریج وسعت پیدا کرد. در زمان ما و شما، من نمیدونم، یک وقت کتاب میخواندم، الان یادم رفته، اشتباه نکنم، میگفت الان انگلیسی، زبان انگلیسی 2 میلیون 1 میلیون چقدر لغت پیدا کرده که مسلما 100 سال پیشتر نصف این نبوده. آیسته آیسته الفاظ جدید وضع کردن. او زمان تلویزیون نبود تا برای دو کس نام وضع کنه. بعد که پیدا شد من در تلفون هم میتور و
مخابرات هم اینطور، چیزهای جدیدی که پیدا شد. آیسته آیسته آن زبان انگلیسی که بین المللی شده شاید به 1 میلیون یا 2 میلیون لغت میرسه که شاید هیچ زبان الان او اندازه نباشه. اما در او زمانه تمام زبانهای بشری اما محدود بود، تنها این زبان عربی بود که از وسعت بسیار بالایی برخورداره، بسیار الفاظ داره. یعنی اونایی که ادبیات عربی را خواندن و میدانن لغت عربی را میخوانن، این وسعتی که اداره این زبان ای میفهمن که تقریبا بی‌نظیر در بین تمام زبانها بوده. الان هم همینطوره، خصوصیات زیادی داره. او چیزهایی که قرآن میخواست بیان کنه من فکر نمی کنم حتی به زبان انگلیسی هم او زمان اگر می بود کفایت نمی کرد، مطالب قرآن بیان نمی شد. با او خصوصیاتی که این زبان داره قرآن توانست جا بیفته. این خیلی مشکله که یک نفر الان بیاید مطالب بزرگ فیزیک بیان کنه که اما بفهمه. الان اگر یک نفر دکتر بیاید از خصوصیات طبی صحبت کنه، ما و شما که دکتر نیم که بشینیم 80% در فیشر نمیفهمیم. معلومه هر چیز از خود یک رشته داره، ولی قرآن آمده مطالب بسیار مهم میره برای پیغمبر بیان میکنه و مرد پیغمبرم فهمید، او عربان به اندازه فهم خود فهمیدن. امروزی که در قرن 21 ما نشستیم یک مقدار دیگر فهمیدیم، در قرن 50 که بعد بیایه اونا بعد از قرآن بیشتر میفهمه. ما امروز در فایر از قرآن فهمیدیم که یقینا او گذشته ما نمیدانستن، ما الان میدانیم. 20 سال بعد 100 سال بعد دیگر چیزایی از قرآن دانسته میشه که ما و شما الان تصورش هم نمیتوانیم. اینا همه برمیگرده به خصوصیات این زبان، ای زبانی که برای وحی، که وحی بتواند سنگینی وحی، خصوصیات وحی به مردم اینا را امر حفظ کنه و داشته باشه و به نسلای آینده تا به روز قیامت منتقل کنه، ای امی زبان میخواست. ای یک دلیلش بود. دلیل دیگریش بود پیام رسانی بود. یعنی عربا جاهل بودند، بت پرست بودند، مشرک بودند، بسیار احمق بودند، به خرافاتی گرفتار بودند که اگر تاریخ قبل از اسلام بخوانیم دوره جاهلیت، برخلاف ناسیونالیسم عربی که امروز میخواین از زمان جاهلیت دفاع کنند، اگر انسان ببینه غرق در خرافات بودند. برای نمونه اگر کسی خاص در این مورد تحقیق کنه که ما یادم مانده، ابن ابلدی تقریبا 10 ورقه در مورد خرافات جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر بزرگوار اسلام در کتاب شرح نهج البلاغه خود نقل میکنه که اگر بخواهیم خرافات اونها را بدانیم اونو 10 ورقه او کتاب بخوانیم. زیاده یک قسم. ولی عربا با تمام این نواقصی که داشت کمالات هم داره. هیچ انسانی که بد مطلق باشه و هیچ کمال نداشته باشه، هیچ امتیاز نداشته باشه پیدا نمیشه. انسانی که هیچ نقص نداشته باشه هم پیدا نمیشه. هر کس خوبی داره بدی داره، منتها بهترش اینه که آدم خوبی های خود بیشتر از بدی های خود کنه، خود اصلاح کنه. به هر حال یکی از کمالات عربا این بود که اینا توانستن پیام برسانن. اینا واقعا در این کار معجزه کردن. وقتی که مسلمان شدن، شما ببینین، من یک مثال بزنم. امی الان که آقای غفاری صحبت میکرد این به ذهن ما رسید. پیغمبر اکرم آمد، چیزای جزئی رو بیان کرد، چیزای عادی احکام دینی رو نمیگه، مسائل جزئی رو بیان کرد. اینا نه تیپ داشتن، نه رادیو بود، نه تلویزیون، اما را حفظ کردن. سینه به سینه 1400 سال بعد امروز اونا به ما رسیده. امام همیتور. یک نفر دانشمند بزرگ، یک مجتهد، یک علامه دهر 70 سال 80 سال در یک شهر زندگانی میکنه، 21
گمان میکنم 10% افکار و فکر و اندیشش منتقل نمیشه به مردم. هم شاگردایش هم درست نفهمیدن اندیشش را، طرز تفکرش، صحبتایش را میشنون باز علم میکنن. اینا بی ادب بودن، میامدن از پشت خانه پیغمبر صدا میکرد یا محمد بیرو شو که بد کار داره صلی الله علیه و آله و سلم. آیه نازل شد ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینا که از پشت در میان اسم تو را میگیرن و به درشتی صحبت میکنن اکثرشان بی عقلن. ای کارار داشتن، ولی وقتی که مسلمان می شدن تمام خصوصیات کلمات پیغمبر و حرکت های پیغمبر می نوشتن و ثبت نمیشتن. نبوده او زمانای پیغمبر اکرم، یکی به دیگری می گفت در پیام رسانی. اینا واقعا تخصص داشتن، چیزای جزئی جزئی رسیده که به احکام دین مربوط نموده. اینا هم الان کتابا پره. بحار الانوار ما شاید در حدود 50,000 روایت داره. 50,000 روایت، خیلیش تلف شده. اون زمانه که چاپخانه نبود، کتابا بود، صدها کتاب از بین رفت که در فقط نام کتابا در تاریخ مانده، دیگرها عمر رفت، تلف شد. نه کتابخانه بوده، نه اصول کتابداری بوده که اونا را حفظ کنن. امروز قرنطینه درست میکنن، الماری های بزرگ دارن که اگر کتابا را که ورقاش را میکروب بگیره بین او الماری میگذارن که امون میکروبا تمام اونجا بمیره که بعد به کتابای دیگه سرایت نکنه. کتابداری امروز یک علم شده، دانشگاه داره، اصول داره و خیلی شغل پردرآمدی هم هست. اون زمانه که عرفان نبود، تلف شد. اونایی که تلف شده رفته رفته، امروز یک بحار الانوار در حدود 50,000 روایت داره. اینا پیام رسان بودن، در پیام رسانی خود خیلی تخصص داشتن و موفق هم بودن. 100 سال از وفات پیغمبر اکرم گذشت، یا نگذشته بود یک قرن، که مسلمان ها به فرانسه رسیدن، افریقا را گرفتن، به اروپا رفتن. اگر فساد دربار بنی امیه که یک رژیم مرتجع قوم پرست ملیگرا بود، اگر اینا واقعا درست جدی کار میکردن و طارق نمیخواستن که از اسپانیا برگرده و دو ترسیدن که ممکنه که او بالاتر برو و غرب بگیره و خلافت بنی امیه در سوریه تحت تاثیر قرار بگیره و از بین بره، و او قصدش طارق که از اینجا حرکت کنه، از اسپانیا هم بره به او طرف غرب، امریکا رو بگیره، دو طرف بیاید، کل زمین مسلمان میگرفت. به زور نبود، اینا وقدر زور نداشتن، قرآن میخوانده، خودشان هم عملشان خوب بود، صحبت میکردن. پای ملا در بین نبود که ملا اونجا برو، ملا نبود، فقط خود اینا با مو زبان خود که قرآن یاد گرفته بود، نمی لشکر این مینا می رفتن. اخلاقشان خوب بود، عملشان خوب بود، مردم حرفایشان هم گوش میکرد، عملشان هم میدید، تسلیم می شدن، مسلمان می شدن. چین الان 30 میلیون شاید مسلمان داره. از این طرف پاکستان، شمال پاکستان، از بلتستان برین، از این بلتستان اگر شما برین امی رفته میشاخه، این طرف چیزم است، امی طرف پاکستان مسلمان میره، میره داخل چین میشه، بعد مسلمان های شاید الان 20-30 میلیون مسلمان در چینه. یک نپای یک عالم دینی اونجا نرسید. مالیزیا همیتور، کشورهای جنوب آسیای شرقی که الان اینا مسلمانن، تاریخ نداره که علمای دین رفته باشه. اگر رفتن تاثیرشان اوقدر نبوده، کم رفتن. تمام تجاره اینا را امر این تجاره مسلمان مسلمان کرد، رفتن اونجا با مردم معامله کردن، دروغ نگفتن، به قول خود عمل کردن، پولای مرتکه را گفتن مال نداریم برات میاریم، رفتن به شهرهای خود 6 ماه بعد که آمدن پولا را آوردن دادن و
برای چی آورده؟ اگر نمی آورده کس از تو گرفته نمیتوانیست. نه، ما دین داریم. پیغمبر ما به ما گفته که خیانت نگو، دروغ نگین، مال مردم به زور نخورین، قیامت ایه. پیغمبر ما و پیغمبر ما اونا جذب می شدن، مسلمان می شدن. امی تاجرا بودن که رفتن اونا را مسلمان کردن. مسئله منطق نبوده، مردم از روی منطق ایمان نمی آوردن. مردم عمل مسلمان ها را نگاه می کردن، پریفته می شدن، شیفته می شدن، تسلیم می شدن، مسلمان می شدن. علمای دینم بعد رفتن و دیگه خدمت کردن. اینا خیلی پیام رساندن، خیلی این چیزه. گستاو لبون مین میسه، این تحلیلگر دانشمند علم الاجتماع، این مین میسه میک تمدنی که اسلام با وجود آورد به توسط عرب ها در بین تقریبا از ابتدای بشریت که حساب کردن، من الان فراموش کردم، 25 تا 27 تمدن بشریت آوردن در روی کره زمین. بعض او تمدن از بین رفته و تمدن دیگه آمده. گستاو لبون میگه، این دانشمند علم الاجتماع فرانسوی در این کتاب تمدن اسلام و عرب میگه تمام تمدن ها که بشر داشته مثل تمدن اسلام نبوده. تمدن اسلام بی نظیره. نه اینا بزرگ که نگرفتن دنیا را، شمشیر نکشیدن، اینا برای استثمار وحشیانه ضد انسانی نمی رفتن، اینا برای استعمار نمی رفتن، اینا برای اینکه یک کشور بگیرن اول تریاک اونجا نمی بردن که نصف مردم بیوش کنن، جوانا را بی عرضه درست کنن. علم می بردن، کمال می بردن، خدمت می کردن، اخلاق اینا را خراب می اسلام می کرد، حمام درست می کردن، کثیف کثیف. همه گفتن حمام درست کنین، نظافت و من ایمان، حمام به اینا درست می کردن، کارای اجتماعی می کردن. مردم از عمق دل می آمد به اسلام می پیوست. شما فکر می کنین، شما ببینین 200 سال انگلیس ها آمدن به پاکستان، 200 سال، دو قرن چقدر تبلیغ کردن، چقدر اختلاف انداختن بینشان، چکار شد؟ هیچ. الان همه مسلمانن، ایندوی مسلمان مسلمانه، شاید یک 8000 مسیحی پولخور که با پول اونا را مسیحی کردن اونا باشه، کاری نشد. اما وقتی که مصر تحت حکومت اسلامی آمد، اینا نه تنها که دین اسلام قبول کردن، دینه که قبول کردن، زبان خودم گشتاندن. زبان مصری دیگه زبان بود، قبطی ها بودن مثلا، یا غیر قبطی ها، هرچی که بود، اینا این زبانشان عربی نبود. اوقدر به اسلام علاقه مند شدن که زبان اسلام به اعتبار که قرآن عربیه، تا به امروز مصری ها عربن، با کلی منقلب می شدن از این تمدن اسلامی. گستاو لبون میگه این پیغمبری که این مرد درس نخوانده به سواد آورد، در دنیا در بین تمام تمدن ها بی نظیره. بعد از اسلام دیگه تمدن آمد، یک جای اسلام نگرفت. امروز اگر ما بشینیم صحبت کنیم منصفانه، تمدن غربی رو بیاریم بگذاریم با تمدن اسلام، زمین تا به آسمان فرق میکنه. اینا غربی ها تا 2 سال پیشتر هم ادعا میکردن که آخرین تمدن بشر اینمی تمدن امروزی ماه، تمدن غرب. که یک دفعه به امی یک سال یا داما یک سالی که گذشته بعد از حادثه تونس، به قول عربا توانسه، توانسه انجام تونسی ها، یک نفر خود سوزاند و بالاخره دیگه فکرای مردم مشتعل شد. فرعون مصر هم سقوط کرد. هنوز مانده چند فرعون دیگه هم مانده سقوط میکنن. اونام به صف ایستادن، نوبت به اونام میرسه. فرعونای عرب همه از بین میره. میدانی چیکار شد؟ بعد از او قضیه یک مرتبه از خود شکم غرب بدون مداخله خارجی ها و جنگ مردم وخستن. مرده بعد سرمایه داری. این تمدنی که غربی های
کنفیوز از دروغ ادعا میکردن برای اینکه ما و شما فریب بده که آخرین تمدن بشر و بشریت به آخر رسیده و دیگه تمدن جا نداره. یک مرتبه دیدن که خود غربیا مردم کوچه و بازار دیگه لبش جانشان به لبشان رسید، دید که تمام کارا اگر دموکراسی، اگر آزادی، اگر سرمایه داری، هر چی که است برای یک ادی شکم گنده که پولا را اونا میگیرن و دیگرا اما نوکر سرمایه دارای بزرگ علیه سرمایه داری شعار دادن. و اتم نبود که یک کشور به امریکا بود، به اروپا بود، همه جا مردم حرکت کردن. الان یک کمی فروکش کرد، کار خدا میدانه که اونا چه کارایی کردن، چقدر مصرف کردن، ولی ای آتش الان زیر خاکستر مانده. دوباره ای علیه امی تمدن فرهنگی خود مردم مثل که شوروی از داخل پوسید و پاشید، امی خود جوانای غربی حرکت میکنن و ای تمدن از بین میبرن، یک تمدن انسانی تر میاره. یقینا اگر سرمایه داری بروه، تمدن غربی به مراتب انسانی تر میشه. سرمایه داری بروه به ایمانا که یک مقدار کنترل شوه که پولای اونا به نفع مردم بدبخت غرب مصادره شوه و دیگه دست سرمایه دارا از سیاست دولت جدا شوه، حکومت به دست مردم برسه. امروز این عذابی که انتخابات دروغی رو برپا میکنن، دموکراسی کلش دروغه. اینا امروز او سرمایه دارای شکم گنده با پشت پرده نشستن، با زور پول به هر کشور دو حزب مثلا هست، این احزاب پول میدن و کمک میکنن، روزنامه ها را میخرن، رادیو ها را میخرن، تلویزیون ها را میخرن، پول میدن، تبلیغای به دروغ میکنن تا یکی از این دو حزب بروه پیش بروه و حافظ منافع سرمایه داری باشه. جهانی که امروز جهان در قرن 21 که به این ذلت بدبختی رسیده، عدالت مفقود بشر است و عدالت از بین رفته، همه جا استعمار و استثمار خونریزی، نه غرب راحته نه شرق راحته، از این سیاست او دولتاییه که سرمایه دارای شکم گنده و بانک های چند ملیتی و فراملیتی او بانک ها اینا را تغذیه میکنه و حمایت میکنه. اگر این سرمایه داری از نظام غرب برو و بین اسلام و بین تمدن اسلامی و تمدن غربی بسیار نزدیکی به وجود میایه، بشریت آرام میشه، مشکلات روانی و فکری انسان ها هم در غرب هم در شرق کم میشه. تمام شرارت هایی که امروز به هر جایی که آتش روشنه، سرمایه داری غرب پشت سرشه. اگر به افریقا این صحنه‌های وحشتناک میبینین، این قاطعه را میبینین، مردم شکم گرسنه را میبینین در تلویزیونا، صدها نفر زن و بیوه و یتیم میبینین که کاسه ها را گرفته برای اینکه یک مقدار نان بینش غذا بینش بریزن که در تلویزیون میبینین، پشت سر تمام این مظالم سرمایه داریه، استثمار و استثمار اونهایه. اگر این نظام بروه، جوانا برای می حرکت کرده بودن. من روز عاشورا به مردم گفتم یک صلوات برای چیز بگوین، برای تبریک بیداری اسلامی، دو دفعه هم تبریک بگوین به چیز، به جوانای غربی، به اونا دو دفعه تبریک بگوین که اگر اونا موافق شون و این نظام سرمایه داری را از حکومت و سیاست حکومتای غربی به دور کنن و واقعا حکومت قانون باشه، نه حکومت شکم گنده ای سرمایه دار، دنیا آرام میشه. الان شما امروز دو صلوات بر روی پیغمبر میگین و از خدا میخواین که این نظام سرمایه داری در غرب برای ابد از بین بره. و این تمدن بی نظیر شکل گرفت، قرآنی کار کرد، شکی نیه. مادی این تمدن بی نظیری که غربی ها خودشان میگه 600 سال ما شاگردان مسلمان ها بودیم، قرآن، وحیه. پیغمبر که بی سواد بود، درس نخانده بود، از خود چیزی بلد نبود، کلش قرآن و که منشیش وحی آسمانی، در این شکی نیه. ولی پیغمبر که به تنهایی خودی کار نمیتوانست. پیغمبر خداوند 63 سال عمر داد، سال دهم هجرت در مدینه منوره فوت کرد.
کی بود که اینا را رسان به اروپا برد؟ کی بود؟ کی بود که در اون روز سلس دنیا را گرفت؟ همی عربا بودن، خوب پیام رسانی کردن، خوب پیام رسانی کردن. واقعیش اگر دستگاه بنی امیه فاسد فاجر نمی بود و یک حکومت اسلامی در یا در سوریه یا در بغداد یا در سامره یا در خود مدینه منوره یا در کوفه یک دستگاه اسلامی قوی می بود، نظام اسلامی قوی که درست عمل می کردن، طارق هم می رفت از امون رای تا که فرانسه هم رسیده بود، از اونجا اگر می رفت همه را می گرفت، کل دنیا گرفته می شد. ای ادیب الممالک مفتی نمیگه، او امی تحلیل میکنه ای تمدن بی‌نظیر اسلامی را، این تحلیل میکنه، میگه ما ایم، مسلمان ها را میگه ما ایم که از پادشاهان باج گرفتیم، زن پس که زیشان کمر و تاج گرفتیم، کمر یعنی کمربند، دیهم و سریر از گوهر و عاج گرفتیم، اموال و ذخایرشان به تاراج گرفتیم، ما ایم که از دیبه ما ایم که از خاک بر افلاک رساندیم، نام و هنر و رسم و کرم را به سزاوار، در چین و عدن در چین و خوتن ولوله شوکت ما بود، در مصر و عدن غلغله از هیبت ما بود، در چین و خوتن ولوله از هیبت ما بود، در مصر و عدن ولوله از هیبت ما بود، هند از کف ایندو خوتن از ترک ستوندیم، ما این که از خاک بر افلاک رساندیم، نام و هنر و رسم کرم را به سزاوار، همه را ما گرفتیم، خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم و از ناحیه غرب به افریقی راندیم، دریای شمالی را بر شرق نشاندیم، از بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم، هند از کف ایندو خوتن از ترک ستاندیم، ما این که از خاک بر افلاک رساندیم، چی را بردیم به افلاک؟ نام و هنر و رسم کرم را به سزاوار. ولی انحرافات هم پیدا شد. من نمیخوام از انحرافات صحبت کنم، چون بره بیچاره به چوپانش نپیوست. این بره همین اسلام جدید میگه، چون بره بیچاره به چوپانش نپیوست، از بیم بسارا نبنشست، نخسبید و نبنشست، خرسی به شکار. این خرس، خرس بی‌تفاوتی مردم بود، ای خرس شهوترانی مردم بود، خرس در جدا شدن دربارها در بغداد و در دمشق از اسلام بود و اسلام به کنج مسجد بردن. چون بر ری بیچاره به چوپانش نپیوست، از بیم بساران نخسبید و نبنشست، خرسی به شکار آمد و بازوش فرو بست، بهن آخون و دندان ستخانش همه بشکست، شد بر رای ما تومه انخرس زبر دست، افسوس از ان بر رای نوزاده سرمست، فریاد از انخرس کهنسال شکم خار، امروز گرفتار غم و مهنت و رنجیم، نه استقلال سیاسی داریم، نه حاکمیت ملی داریم، نه از اسلام درست فهمیدیم و نه در دنیا ارزش داریم، امروز گرفتار غم و مهنت و رنجیم، دردا و فریباخته اندر شش و پنجیم، با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم، چون مشک عروسان اما در شین و شکنجیم،
ام سوخته کاشانه و ام باخته گنجی. ما این که در سوک و طرب قافیه سنجی. ای علت ایجاد رسول مقدس اسلام که امروز این مردم ما به این سردی به احترام شما تشریف آوردن، ای علت ایجاد سر از خاک بدر کن، زین پاک زمین مردم ناپاک بدر کن، از کشور جم لشکر زهاک بدر کن، این جوغ شغالان را از تاک بدر کن، و از مغز خرد نشه تریاک بدر کن. روزگار ما به این سیاهی کشید، به این ذلت و بدبختی کشید، ولی فرهنگ اسلام دست نخورده باقی مانده. اما تمدنی که به وجود آورد او را، او تمدن که به وجود آورد فرهنگ ما، او فرهنگ ما دست نخورده باقیه. قرآن به جای خود باقیه، یک کلمه از قرآن نه کم شده نه زیاد، قرآن به جای خود باقیه. هر وقت که ما و شما اراده کنیم و همت کنیم یا غیرت دینی قوی داشته باشیم، دوباره شروع میشه تمدن، جهانگیرم میشه. معلوم شد که نه نظام کمونیسم به درد میخوره و نه نظام سرمایه داری غرب. دیگه بمی چند ماه دیگه، یعنی امسال بود، بمی چند ماه پرده از چهره تمدن و فرهنگ غربی هم افتاد. اما فهمیدن که ایره خود غربی هم نمیخواه، مردم کوچه و بازار نمیخواه، اونا خود اسیر سرمایه دارا میبینن، اونا میبینن که اما کاری، اما چیزی که یک امتیازی که در غرب از آزادیه هم برای سرمایه دارایه، امتیاز هم برای اونایه، مردم قصهشان مفته. او هم میره، خلاف فطرته، نمیمانه. در فلسفه یک مسئله دارن، نگه او چیزی که قصر قاف و سین و ره، او چیزی که خلاف طبیعته. یک دفعه جو آب این طرف میره، تو هم خود اعلام میکنی، آیسته آیسته آب بازی بلدی، آیسته آیسته پا میزنی، دست میزنی، به عموم مجرا میری، زیاد را میری. اما یک دفعه قصریه استراری، آب او طرف میره تو این طرف میایی، تو هر چی که شن فن شناوری را بلد باشی، آب بازی را بلد باشی، نیم ساعت که رفتی خسته میشی، برخلاف طبیعت میری، آب این طرف میایی تو او طرف میری، خسته میشی، مقاومت کنی تو رو آب میبره، خسته میشی و به عال دست حرکت نمیکنن، تو رو آب میبره، زیر میکنه. ای در فلسفه یک جمله دارن، فلسفه ما میگه القصر لا یدوم، او چیزی که خلاف طبیعت دوام نداره، امیشگی نیه. ای تمدن غرب، سرمایه داری ظالمانه غرب که استعمار و استثمار دو شاخه های لاینفک نظام سرمایه داریه، ای خلاف طبیعت بشره. امون قسمی که کمونیسم از بین رفت و اونا فکر میکردن که آخرین مرحله بشر کمونیسمه، دیگه تمام اختلاف طبقاتی حل میشه. مردم در او زمانی که کمونیسم به وجود بیاید، مردم ملائکه های آسمان فرشته ها فرض میکردن که اما فرشته میشن. او خودش سلامتی سر شما رفت دنبالی کارش رفت که امروز هیچ جا کمونیسم پیدا نمیشه، سرمایه داری همی قسم میره، دنبالش رفتنیه، هیچ برو برگشت نداره کی میره. یک موقع چی بخواین چی نخواین، حکومت جهانی اسلامی با فرهنگ آسمانیش بر تمام بشریت تطبیق میشه. ببین یک جمله، جملات قرآن فقط مثل بم ایدروژونیه، یک دنیا را زیر و رو میکنه. این الارض، همی آیه که همیشه میخانه، این الارض یرثها عبادی الصالحون. قرآن فرهنگ اسلامی را این راه را گرفت، قیل ریزی کرد، پخته کرد، به اصطلاح پاکستانی ها دنبر رخت، یا این را دنبر شده، دیگه خراب نمیشه. فقط نیروی انسانی نداریم، نیروی انسانی باید ما داشته باشیم. باید ما که وقتی که مسلمان میشیم، اگر این اسلام به جان ما برو، به فکر ما برو و ما بتوانیم کار کنیم، نه به جنگ، نه به دعوا، نه به آدم کشی،
درست تبلیغ کنیم، درست ما بتوانیم عمر خود، نیروهای خود در رای بیداری تودا به کار بندازیم، این بالاخره این فرهنگ میای امر میگیره. چی بخواین چی نخواین، این سنت الهیه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین بنده های شایسته ما به میراث میبره. ما صالحیم، ما شایستنیم، ما باید این صلاحیت برای خود مسلمان ها پیدا کنن. اونا به وسیله توپ و بم و بمهای ایدروژونی و حتی الان که تا شاید تا به امروز ظاهراً اختراع نشده، بمهای یکی بم اتم بود که شد، بم ایدروژونی هم شد، یک بم دیگه هم هست که می الان نامی مرفت. نه بم، نه ما یادم رفت، این بمی که آدمار نمی کشن، این ما سرمایه دارای غربیه، ای بم آدم نمی کشه، چیز ساختمان را خراب نمی کنه، فقط این اگر استعمال کنن آدم را می کشن. خو غربی ها که متاسف اونا به کار نداره، ما و شما را میگی نه حشرات کشته شوند، اونا ساختمان را به کار دارن، اموال به کار دارن که می خواین که او بم درست کردن. الان ما صد دفعه او رو گفتم، الان یادم رفت. این نشانه جوانی آدم ها کنه، آدم که جوان باشه امت فراموشش میشه دیگه. بعدی ظاهراً بمی نیترونی میگن، یادم آمد، همون بمی نیترونی درست میکنن که ساختمانه را خراب نمیکنن، این پشار میخواین از بین ببرن، مزایمین کم کنن، هر کار بکنن، هر کار بکنن. امروز رفته دیگه، ای الان در غرب که بروی چهره اسلام روشنه، شما خیال میکنین فرانسویا نمیفهمن که مخالفت کردن با نیم متر تیکه که به سر یک دختر بسته شوه و او سر خود پنهان کنه به عنوان حجاب اسلامی در مدرسه بروه، جلوگیری کردن از غیر انسانیه. دل او دختر کوچک امی عقیدهشه، ایره که دل زور میشکنانه، ای غیر انسانیه. ای که میگفتن که آزادی و آزادی و کرامت انسان و حقوق زن، اینا را نمیفهمن که حرفای ما اما مخالف اینا هست، میفهمن ولی اونا مجبورن، ترس دارن، ترس دارن. پنج قرن، پنج نسل بعد، شیش نسل بعد، این دانشمندان یک کتاب نوشته بودن، دانشمندان فرانسوی علم الاجتماع جامعه شناسانشان یک کتاب نوشته بود، 40 نفر دانشمند او را نوشته بود، یک نفر و دو نفر نبود، 40 نفر از دانشمندان جامعه شناس فرانسه به کتاب نمیشته بودن، حساب کرده بودن. به حسابایی که اونا داشتن میگفت 4 نسل بعد یا 5 نسل بعد فرانسه اکثریت با مسلمان ها میشه، حکومت هم اونا تشکیل میده. این قسمه اونا ترس دارن، جلویشه میگیرن، یه گرفته نمیشه. چراغی را که ایزد برفروزد هر کس پوف کند، اگر اونا خو ریش ندارن ریشاش بسوزد. به جای ریش، ریشاش میسوزه. اونا اسلام پیش میره، اسلام پیش میره، چی بخواین چی نخواین. ای تمدنی که پیغمبر آورد برای بشریت، ای دنیایی که عوض شد. من چند دفعه خدمت شما عرض کردم، ای تجربه 50 ساله مه که اگر این تاریخ بشریت تقسیم کنیم، فقط دو تقسیم میشه، دو تقسیم، از ابتدای خلقت آدم تا بعثت پیغمبر، از بعثت پیغمبر اکرم تا به الان، تمام فکر و بشر، طرز تفکر بشر، فرهنگ بشر، تمدن بشر عوض کرد اسلام. یک روز، خیلی من از شعر خوشم میآید، یک روز گر بود همه تاریخ روزگار، یعنی تاریخ خوبش، او روز کدوم روزه؟ روز محمد است و نبی بزرگوار. خداوند آخرین ذخیره خوده، این ذخیره ربانی بود، آخرین ذخیره خدا وجود مقدس و روح مقدس پیغمبر آخر الزمان بود. والحمد لله رب العالمین.